شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، این پادکست خبری امروز چهارشنبه 31 جولای 2024 اسپیس فارسی است که من پیمان جمالی اون رو تقدیم حضورتون میکنم. نرخ تورم استرالیا در 3 ماهه منتهی به جون نسبت به مدت مشابه سال قبل به 3.8% رسید. این در حالی است که نرخ تورم در ماه مارس 3.6% بود. این ارقام صبح امروز توسط اداره آمار استرالیا منتشر شد. این افزایش توسط برخی از اقتصاددانان پیش بینی شده بود. اتحادیه کارگران حمل و نقل در استرالیا میگوید حدود 850 کارگر در خطوط هوایی رکس شغل خود را از دست خواهند داد، زیرا این شرکت هواپیمایی مراحل داوطلبانه انحلال خود را آغاز کرده است و تمام پروازهای بوئینگ 737 خود را زمینگیر کرده است. سفرهای هوایی این شرکت بین فرودگاه‌های اصلی استرالیا لغو شده است، اما خدمات منطقه‌ای آن همچنان در حال فعالیت هستند. دولت فدرال استرالیا میگوید که تعداد زیادی از توصیه‌های ارائه شده توسط کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور معلولان را تصویب خواهد کرد. تقریبا 1 سال پس از ارائه گزارش نهایی این کمیسیون، حزب کارگر میگوید که 130 توصیه از 172 توصیه‌ای را که دولت مسئولیت کامل یا مشترک آنها را بر عهده دارد، خواهد پذیرفت. در پی حمله ارتش اسرائیل به بیروت، پایتخت لبنان که به گفته آن فواد شکر فرمانده برجسته حزب الله هدف قرار گرفت، حداقل 1 نفر کشته و تعداد دیگر زخمی شدند. درباره کشته شدن آقای شکر گزارش‌های متناقضی وجود دارد. معترضان برای دومین روز در خیابان‌های ونزوئلا راهپیمایی کردند تا از نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور بخواهند که شکست خود در انتخابات آخر هفته گذشته را بپذیرد. جناح اپوزیسیون در این کشور میگوید که نامزدش ادموندو گونزالس بر اساس 90% آرا که توانسته به آن دسترسی پیدا کند، بیش از 2 برابر آقای مادورو رأی کسب کرده است. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا میگوید حمله با چاقو در ساوت پورت که موجب کشته شدن 3 دختر جوان در روز دوشنبه شد، کل کشور را تحت تاثیر قرار داده است. او این سخنران را پس از بازدید از محل حمله، یک استودیوی رقص که در آن دختران 6، 7 و 9 ساله در یک مهمانی رقص با تم تیلر سویفت شرکت داشتند، بیان کرد. سپیس ایکس در حال مذاکره با مقامات دولتی است تا فرود سفینه‌های فضایی خود را در سواحل استرالیا برگزار کند. تحلیلگران میگویند که یک توافق احتمالی میتواند منجر به حضور بیشتر ایلان ماسک، مؤسس و مالک این شرکت در استرالیا شود. و روابط عمومی کل سپاه پاسداران در ایران در اطلاعی از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان او در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنها در تهران خبر داد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه عنوان کرده است که علت و ابعاد این حادثه در حال بررسی و نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این پادکست خبری امروز چهارشنبه 31 جولای 2024 اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم. آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید؟